درود دوستان امروز بالاخره بعد از چند ساعت اخباری رو که مورد تایید ارتش اسرائیل و دولت مردان اسرائیل نبود امروز 26 مهر 1403 17 اکتبر 2024 از طریق رسانه های دولتی و دولت مردان اسرائیل تایید شد که یحیی سنوار هم حذف شد و به قتل رسید کشته شد به باور من مقدمتا من بگم که باور ندارم که این طرح ترور و یا نقشه طرح ترور از قبل برنامه ریزی شده باشه اصلا اینجوری فکر نمی کنم مثلا اگر در مقا... مقایسه با ترورهای قبلی از جمله آخرین ترور اگر شخصی رو که یحیی سینوار رو به نظر من از ترور حتی حسن نصرالله هم شخصا برای سرنوشت ملت اسرائیل دو ملت مثل ملت اسرائیل و ملت فلسطین برای طرح های آینده و برای سرنوشت خاورمیانه یعنی بسیار مهمتر از حسن نصرالله میبینم و میدانم یک اتفاقی بوده است به با باور من وگرنه اگه طرح ترور و طرح در واقع نقشه جنگی رو که برای حسن نصرالله با بیش از 80 تن بمب جنگی تریزی شد یا بیش از چهار برابر همین تعداد بمب یازده بار بمباران آن منطقه زاهیه برای کشته شدن معاون حسن نصر الله هم در واقع هاشم صفی دین از ارتش اسرائیل با عوافی اف سی و پنج خودش اقدام کرد این مورد مشخص یک اتفاقی بوده من شخصا قبلا گفته بودم که یحیی سینوار تا موقعی که آخرین اسرای اسرائیل از دست حماس آزاد نشدن کار بسیار سختی است تر حذفش ولی خودم هم متعجبم از این حادثه به خاطری که جست گرخت بارها خبر می رسید که یحیی سنوار چندین دینامیت و نارنجک به خودش وست کرده همیشه با 10 تا 15 تا از گروگان های کم سن سال در یک زاغه زیرزمینی زندگی میکنه و به خاطر مخاطراتی رو که ارتش اسرائیل داره حتی اگر بتواند رسد کند که کجاست خیلی سخت است که بخواهد او را حس کند چون حس شدنش حداقل باعث کشته شدن گروگان های اسرائیلی میشه ولی در کمال حیرت تعجب بعد از دو بار تست دی تایید شد که ایشون هست شده با باور من از هفت اکتبر این بزرگترین خبر است از شش و بیست دقیقه که ایشون دستور حمله رو شخصا صادر کرد به اسرائیل شش شش و بیست دقیقه هفت اکتبر که الان بیش از یک سال از این واقع گذشته این بزرگترین خبر است و توازن و قوا و آن چیزی را که تا به امروز پیش رفته معادلات و به طور کل دگرگون خواهد کرد و خبری است به قول اصحاب رسانه بالای هش ریشته یحیی سیموار انسان عادی و یک رهبر سیاسی صرف نبوده با باور من یکی از پتانسیل ها و به یکی از ظرفیت های بزرگ می شود گفت سازمان تروریستی حماس بوده خیلی پرتوانتر و دارای روابط پیچیده تر, پیچیده تر از حتی خالد مشعل حتی اسماعیل هنیه که در تهران هست شد به خاطر آن شخصیت پیچیده و ظرفیت های منحصر به فردی رو که ایشون از خودش نشون داده بود تمام کسانی که در آن طرح مبادله اسرا و یا گروگان های زندانیان فلسطینی که اسرائیل 2011 یحیی سنوار هم به عنوان یکی از دانه درشترین ها مجبور شد به خاطر تبادل اسرا بخواهد آزاد کند پشیمان بودند که میدانستند ایشان وجودش و زنده بودنش چقدر میتواند مخاطره باشد برای برای در صلح و در همزیستی دو ملت فلسطین و اسرائیل ولی آن خطا و آن اشتباه را کردن شخصی رو که می شود گفت حکمش چهار بار اعدام بوده رو با 230 سال حکم اضافه به خاطر کشته شدن و حکم قتل و ترور دوازده اسرائیلی از سال 88 22 سال ایشون زندان بوده ایشون رو آزاد کردن و بعد دیدیم که چه فاجعه ای به وجود اومد من میتونم در ساعت های آینده و روزهای آینده راجع به این که حماس پس از یحیی سنوار و حماس قبل از یحیی سنوار با هموطنان مطالبی رو در میان بذارم با باور من با مراتب به عنوان یک رهبر میدانی نقش آفرینی که داشت نسبت به رهبر سیاسی در نیمچه تبعید در قطر که اسماعیل هنی باشه کارسازتر بوده وجودش آیا بیمهاباتی کرده آیا فکر میکرد که این دوران عید مراسماتی که اسرائیلیا دارن میتوانسته مثلا شرایط آزادتری داشته باشه چرا فقط دو نفر از رهبران نظامی باهاش بودند چرا آن تمهیداتی رو که در طول یه دوازده ماه گذشته پیچیدگی های رفتارش اسرائیلیا ها رو به ستو آورده بود چرا چنین سهل آسان هست شد اینو باعث اطلاعات بیشتری داشته باشه یا یاسینوار از روز بعد از در واقع این دستور حمله از تمام دستگاه الکترونیک و صوتی تصویری موبایل ایمیل از همه چی دوری کرده بود و آن چیزی رو که بارها و بارها کارشناسان امور امنیت آیتی و امور امنیتی اطلاعاتی گفتن با صدها سال فاصله مراودهش، مراوده سیستم امپراتوری عثمانی بوده چرا که از اجداد خودش خبر داشته و مراوده به صورت خیلی خیلی پیش و پا افتاده از جمله نوشتن دست خط خودش که مرسوم کرده بوده در طول یک سال گذشته و قبل از اون که آن دست هم با کد کدگذاری همراه بوده و با 5 تا 6 تا ده به حساب شخص اشخاصی را که مرتبط باش بودن با حفاظت لایه های امنیتی و معتمدینی که این پیغام ها رو می بردن. چند پیغامی هم داد مثلا مثل برای حسن نصرالله برای رهبر اگه خاطرم باشه یمن حسی ها و آن هم ضبط صوت ضبط صداش بوده که با چند روز تاخیر به حساب علنی شده بود اینقدر ایشون از نظر امنیتی به حساب یک گذشته ای داره و آن 22 سالی رو که در زندان بوده بنا به گفته و شواهد و یک دو تا فیلم و مستند در یوتیوب هم هست راجع به سبک سیاق زندگیش در زندان اسرائیل که چقدر فعال بوده چقدر مغز و چقدر هوش و بالایی داشته و چقدر در یادگیری تمام آن چیزی که امکان یادگیری بوده از جمله نوشتن بسیار سلیس و سلیس صحبت کردن بحث کردن به زبان عبری و کتاب خواندن و هر آن چیزی رو که دستش میرسیده چه به مسائل امنیتی اطلاعاتی دستگاه های الکترونیک ایشون روزانه ده دوازده ساعت فعالیت مفید داشته بنا به هم گفته همبندیاش و زندانبانان من چه یکی دو ما پیش هم یه فیلمی دیدم فیلم مستندی از زندگی ایشون این خاطر روزی رو هم که آزاد شد یک سازمان بسیار مخوف حفاظت اطلاعات امنیت رو در حماس خودش ایجاد کرد توسط برادرش به خاطر اطلاعات, اطلاعات و ضد اطلاعات و حداقل بیش از سی اعدام هم در سابقه زمان مسئولیت زندگیشه که کسانی رو که مثلا جاسوس دو طرفه بودن کسانی که به نفع اسرائیل جاسوسی میکردن از حماس و یا زندگی به زم خودشون گفته می شود بسیاریشون اخلاق مدار و اخلاق مدار به ضوابط اسلامی بوده در نتیجه آن زمان ریاست خودش و بعد گردانهای زیدین قسام همراه با مروان ایسا خاطرم هست که مثل... به کسی رحم نمی کرد به کسی رحم نمیکرد. کرد از فرماندهان و ارشد و 2015 خودش دادگاه تشکیل داد خودش حکم داد خودش هم در تیرباران آن شخص که گفته میشد که هم اختلاس کرده است و هم هم داشته محمود اشتوی اگر اشتباه نکنم از فرماندهان ارشد در همان محبته به پادگان نظامی حماس خودش شرکت داشته و تیرباران کرده به خاطر که نشان بدهد که در عضو حماس بودن چه چارچوب اخلاقی در واقع میخواد در نتیجه ایشون یک شخصیت مخوف تروریست مرگاور مرگ, آفر، مرگ آور، مر آفرین و بسیار خطرناک بوده حالا حماس بعد از خب یحیی سنواری حماس دیگری است من شخصا چند دقیقه پیش نظرم هم رسمی اعلام کردم به باور من از بیرون از ترکیه یا از قطر کسی نخواهد آمد حتی باید ببینیم که نظر خالد مشعل چیست ولی من شخصا بر این باورم که الان حکم نظامیگری بیشتر برای ادامه حیات نیم بند حماس مهم است در نتیجه محمد سنوار برادرش که الان فرمانده گردانهای مهم و باقی مانده از شست و چند گردانی که ما حدث به حساب حدس و نظر بر 15 گردانی را که مانده ایشون به عنوان رهبر نظامی ادامه رهبری سیاسی را هم به عهده بگیرن و با باور من یک این اتفاق اتفاق عجیبی است از اینکه ایشان به حسب ایشان کمک شایانی میکنه به اینکه بشود امیدوار بود که یک طرح صریح پیش بره و با باور من دیپلماسی و مراودات دیپلماسی 48 ساعت آینده خاورمیانه بسیار بسیار مهم خواهد بود پایتخت دیپلماسی دنیای عرب که از قطر مشخصا به مصر رسیده بر اینکه آیا مبادله اسرای صورت بگیرد دست بازتری اسرائیل خواهد داشت برای این سکوت به حساب ای که حمله هزار البته با صد درصد تضمین و ت... نتخمین حمله اسرائیل به جمهوری اسلامی با فراغ و بالا و باستری خواهد بود به باور من دو بال بزرگترین وش می شود و می شود گفت قوی ترین و می شود گفت که درازترین دستی رو که جمهوری اسلامی برای محاصره برای باز بازی امنیتی اطلاعاتی نظامی برای اینه که بخواهد کل اسرائیل رو نامن کند چه حماس چه حزب الله در ضعیف ترین حالت خودشون قرار دارند در سی سال گذشته و اسرائیل دست بالا رو داره و میتواند با فراغ بال راحت تری بخواهد به حساب آن دشمنی و آن خصومت جمهوری اسلامی و آن جنگ نیابتی و به جنگ مستقیم برسونه مزافم بر اینکه که حماس هم ثابت کرد از نظر در واقع دوازده موشکی رو که در طول یک هفته تونسته بود در موشک که چه ارز کنم همان اوتی های مانندی که توانسته بود از نوار غزه شلیک کند یا پرتاب کند به طرف آن طرف مرز یک دهم ده و یک صدم ظرفیت حزب الله نبوده یعنی پتانسیل نظامیش حماس میشواد گفت آن نیروی دریایی مخصوصی که درست کرده نیروی یگان ای که درست کرده و چارت نظامی سازمانیش و سازماندهی ملیش و یک جورای حکومت نظامی رو که بر سرنوشت ملت فلسطین داشت و از دست داده باید ببینیم که الان کرانه باختری رود و اردن و میراث فتح و آن چیزی رو که ابو سیاف داشت و آن چیزی رو که می شود گفت که دنیا حداقل دنیای عرب میتوانند و روش حساب میکنند که بیایند خود فلسطینی ها سرنوش خودشون رو به عهده بگیرن معادلات به شدت به نفع صلح هست و دنیا خاوری میانه فلسطین، اسرائیل، اردن، نوار غزه و صحرای سینا مصر و در به طور کل خاورمیانه یعنی آرامش بیشتری به خودش خواهد دید در نبود یحیی سنوار البته که زندگی رازآلودش و اینکه آن 22 سال ایشون چه تبدیل به چه هیولایی شد در زندان و چقدر قابلیت ها و پتانسیل های آنچنانی از جمله اینکه بهش ابو مهندس هم میگفتن به خاطر تعمیر تجهیزات الکترونیک و استعداد درخشانی که داشته برای یادگیری خیلی از مسائلی که روزانه ده تا دوازده ساعت خودش رو در زندان میگذرون و صحبت های دیگری هست که نقطه پایانش امروز بود ایشون با دو نفر از همراهانش و به صورت تاکید میکنم کاملا تصادفی هست شد من به سرجیان کسانی رو که دنبال صلح و آسایش و آرامش و بهترین ها هستم برای خواهر میانه تبریک میگم و این حسب حذف خجست و میمونی است برای ادامه حیات زندگی همراه با آرامش ملت ها و مردمان خاورمیانه در کنار همدیگر سپاسگزارم